سلام به شما مخاطبان سرخابی، با یه شماره دیگه از روزنامه همراه شما هستیم. امشب هم قراره مثل شبهای دیگه درباره خبرهای مهم روز صحبت کنیم. پس امشب هم همراه ما باشین. جام‌های خارجی برای ستاره‌های وطنی، قهرمانی با پورتو افتخار بزرگی رو برای مهدی طارمی رقم زد. افتخاری که البته برای ما هم پیام‌آور شادی و غرور بود. پیامی حاوی عدد 64، عددی که حالا مقابل نام مهدی طارمی بیشتر از هر چیز دیگه‌ای خودنمایی می‌کنه. عددی که نشون از تعداد قهرمانی‌های ستاره‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور داره. بازیکن‌هایی که دور از خونه و سرزمین مادریشون با تیم‌های خودشون قهرمان شدن تا حالا لیستی بلند بالا رو از خود به یادگار بذارن. لیستی از 64 قهرمانی که سرخابی به صورت اختصاصی برای شما پیدا کرده و در آیتم ویژه اون رو به شما تقدیم خواهد کرد. پس کمربندها رو ببندین تا همراه ستاره‌های ایرانی روی موج جام‌های قهرمانی پرواز کنین. دربی با چاشنی اسکرین‌شات. دربی رفت امسال بدون شک یکی از هیجان انگیزترین جدال‌های تیم‌های پرسپولیس و استقلال در سال‌های اخیر خواهد بود، جایی که پرسپولیس برای جبران تمام کری‌خونی‌های رقیب به میدون میاد. این حرف سیامک نعمتی هافبک پرسپولیسه، ستاره‌ای که در خصوص کری‌خونی‌های برخی از بازیکنان آبی‌های تهران بعد از فینال آسیا ابراز نارضایتی کرده و گفته از استوری استقلالی‌ها اسکرین گرفتیم برای جواب دادن در دربی. حمله تمام عیار به پرسپولیس. در روزهای اخیر حمله به پرسپولیسی‌ها به شدت افزایش یافته، جایی که اکثر مربیان و مدیران تیم‌های حاضر در لیگ برتر معتقدند سازمان لیگ باید بازی‌های موقعه پرسپولیس رو در بازه کوتاه و متوالی برگزار کنه تا همه تیم‌ها به میزان مشترکی از تعداد بازی برسند. این حملات در حالی شکل گرفته که بسیاری از تیم‌ها از عدم تساوی تعداد بازی‌ها و شرایط برنامه‌ریزی مسابقات ابراز نارضایتی کردند و خواهان برخورد عادلانه در این خصوص هستند. لیگ یک داغ‌تر از همیشه. مهمترین بازی هفته هفتم لیگ دست اول فوتبال ایران امروز بین تیم‌های هوادار تهران و پارس جنوبی جم برگزار شد، جایی که هوادار با شکست پارس جنوبی همراه با این تیم 14 امتیازی شد. در دیگر بازی حساس این هفته مثل کرمان با پیروزی 1-0 مقابل چوکا در یه دیدار سخت و جنجالی موفق شد به روند موفقیت آمیز خودش در لیگ یک ادامه بده. اما تیم فوتبال استقلال خوزستان مقابل رایکای بابل با نتیجه 3-2 تن به شکست داد. به این ترتیب با پایان هفته هفتم تیم‌های پارس جنوبی جم، هوادار تهران و مثل کرمان هر سه با 14 امتیاز رده‌های اول تا سوم رو در اختیار دارند و استقلال خوزستان با 13 امتیاز به تعقیب اونها ادامه میده. تیم‌های نبد ارومیه و خوش طلایی ساوه هم به ترتیب در جایگاه 18 و 17 جدول قرار دارند. فجر سوپر گل زد اما به صدر نرسید. دیدار تیم‌های فجر سپاسی و قشقایی شیراز با تساوی 2-2 به پایان رسید، جدالی که احسان گنجی با یه سوپرگل تماشایی تیمش رو 2-0 جلو انداخت، اما در ادامه قشقایی موفق به جبران نتیجه شد تا فجر با عدم کسب پیروزی در صعود به صدر ناکام بمونه. با این حال گل گنجی قطعاً یکی از بهترین گل‌های این فصل لقب خواهد گرفت. استارت هفته دهم قبل از هفته نهم. در چارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال فردا از ساعت 15 تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و سپاهان در ورزشگاه شهید سلیمانی به مساف هم می‌روند. این دیدار که اولین دیدار از رقابت‌های هفته دهم به شمار می‌ره، در حالی فردا برگزار میشه که هنوز رقابت‌های هفته نهم برگزار نشده و 20 دقیقه بعد از شروع این دیدار اولین دیدار هفته نهم شروع میشه. صدر جدول در انتظار برزیلی‌ها. در دیداری از هفته نهم لیگ برتر تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و سایپای تهران در حالی فردا در تهران به مساف هم میرن که شاگردان پور موسوی برای رسیدن به صدر جدول به 3 امتیاز این دیدار نیاز دارند. شرایط برای دو تیم در دیدار هفته قبل متفاوت بود، چرا که زردپوشان آبادانی مقابل میهمان پرمهره و مدعی خودشون تراکتورسازی تبریز با نتیجه 2-1 به برتری رسیدند و در آن سوی میدان هم سایپا با نتیجه 1-1 در مقابل پیکان تهران تن به تساوی داد. فردا شب هم مثل امشب دوباره میتونید همین ساعت همراه ما باشید.